و به نرمی عیسی می خواند، گوید نزد من بیا، بر در قلبت ایستاده می خواند، گوید نزد من بیا، بیا. شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: دیگران را تشویق و دلگرم کنید. دیگران را تشویق و دلگرم کنید. دوست خوب من، برای شما چه معنایی داره و چقدر با ارزش زمانی که شخصی تشویق و دلگرمتون میکنه؟ آیا نمونه ای از زمانی که شخصی شما را در اوج ناامیدی و افسردگی تشویق و دلگرم نمود را به خاطر دارید؟ عزیزان، اغلب حتی یک کلام پرمحبت و یا لبخند صمیمانه ما میتونه بر روی شخصی که در ناامیدی و افسردگی به سر میبره تأثیر بگذاره و دیدگاه او را کاملا عوض کنه. اغلب کلمات محبت‌آمیز و تشویق کننده ما به دیگران میتونه به اونها در اوج ناامیدی و افسردگی امید و توان بده. کلمات محبت‌آمیز و تشویق کننده ما به دیگران میتونه روح خسته اونها را شاد کنه و امید و اعتماد به خداوند را در وجودشون دوباره از نو بنا کنه. کلمات محبت آمیز و تشویق کننده ما به دیگران میتونه به اونها کمک کنه تا کلام خدا را بهتر درک کنند و خواست خداوند را در اون شرایط دشوارشون بفهمند. آره دوست من، گاهی زندگی اونقدر تلخ، پیچیده و تاریک میشه که حتی یک شخص ایماندار به عیسی مسیح هم دیگه نمیتونه به طور صحیحی کلام خداوند پدر آسمانی خودش را درک کنه. به همین دلیل ما ایمانداران به عیسی مسیح باید دیگران را تشویق کنیم و دلگرمی بدیم تا اونها بتونن درک کنند خداوند میخواد تو اون شرایط دشوار زندگیشون چه خواسته ای را به کمال برسونه. به همین خاطره که کلام خدا در اشعیا فصل 35 آیات 3 تا 4 به ما امر میکنه که مردم دل سرد و مایوس را با این خبر شاد کنید، به آنانی که میترسند قوت قلب دهید و بگویید دلیر باشید و نترسید. آمین. دوست خوب من، لطفاً دقت کنید، تشویق و دلگرم کردن دیگران یک مسئولیت بسیار عالی هست که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح به ما واگذار نموده. بله، تشویق و دلگرمی دیگران در نظر خدا ارزش و اهمیت فوق‌العاده والایی داره. دوست من، میدونید چرا تشویق و دلگرمی دیگران در نظر خداوند ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره؟ جواب اینه که چون وقتی ما در محبت توسط آموزه‌های کلام خدا دیگران را تشویق و دلگرم می‌کنیم، در واقع داریم توجه اونها را به محبت و وفاداری خداوند براشون برمی‌گردونیم. و وقتی توجه اونها بر محبت و وفاداری خداوند برمیگرده و بر خصایص الهی خداوند متمرکز میشه، پیام شنیده شده از کلام خدا میتونه از اونها محافظت کنه.
پیام شنیده شده از کلام خدا، یعنی همون پیامی که ما در محبت با اونها در میان میگذاریم، میتونه از باقی ماندن اون عزیزان در ناامیدی و افسردگی جلوگیری کنه. در ارتباط با این موضوع بسیار مهم، کلام خدا در عبرانیان فصل 3 آیه 13 میفرماید: تا فرصت باقی است هر روز یک دیگر را در ایمان تقویت کنید تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی‌اعتنا نگردد. آمین. دوست خوب من، واقعیت اینه که هیچ انسانی وجود نداره که از تشویق و دلگرم شدن توسط دیگران کاملا بی‌نیاز باشه. پولس رسول که از اهمیت تشویق و دلگرمی به خوبی آگاه شده بود و خوب قدر اونها را می‌دونست، در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 11 می‌فرماید: پس به همین ترتیب به تشویق و تقویت یکدیگر ادامه دهید. عزیزان، پولس رسول باز در آیه 14 در فصل 5 اول تسالونیکیان نیز می‌فرماید: برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید، ضعفا را یاری نمایید، نسبت به همه صبر و تحمل را پیشه کنید. آمین. بنابراین دوست خوب من، از همین لحظه فروتنانه و با هدایت روح القدس در جستجوی کسانی باشید که به کلمات محبت آمیز شما و کمکتون نیازمندند. روح و جانهای خسته، درمانده و ناامید اونها را با گفتار پرمحبتتون از کلام خدا تازه کنید. به اونها یادآور بشید که خداوند چقدر با محبت، بخشنده، توانا، پرحکمت، سخاوتمند و باوفاست. به آنها یادآور بشید که خداوند برای زندگیشون نقشه عالی در نظر داره. عزیزان، کلام خدا در کتاب ارمیا فصل 29 آیه 11 می‌فرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. آمین. دوست من، اگه بنا به هر دلیل انجام این خدمات براتون میسر نیست، میتونید با محبت مسیحایی در کنارشون بمونید و باهاشون دعا کنید. دوست خوب من، این طور رفتار نمودن با دیگران برکات عظیمی در خود داره. ما میتونیم بدین طریق محبت مسیحایی خودمون را به اونها نشون بدیم و رابطه دوستی خودمون را تقویت کنیم. همچنین خداوند هم که نیت قلب ما و اخلاص در تشویق و دلگرم کردن دیگران توسط ما را میبینه، از ما خوشنود میشه و برکتمون میده. خداوند به ما کمک میکنه تا در شناخت بهتر از او رشد کنیم و از آرامش و حکمت الهی او سرشار بشیم. عزیزان، با این امید که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه، از شما دعوت می‌کنم تا با خداوند گفتگو کنید. خداوند، از تو سپاسگزارم که امروز اهمیت تشویق و دلگرم نمودن دیگران را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم که با وفاترین تشویق کننده هستی. خداوند، از تو سپاسگزارم که بارها و بارها در صبر و محبت پدرانه خودت مرا دلگرم و تشویق نموده ای. خداوند، از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی گناهان من را می بخشی و به فرزند خواندگی برمی گزینی.
خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح حال می توانم تو را پدر آسمانی خطاب کنم و با تو رابطه مستقیم و شخصی داشته باشم. خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا لایق همکاری با خودت نموده ای. خداوند از تو سپاس گذارم که مشتاقی از من برای تشویق و دلگرمی دیگران استفاده کنی. خداوند من تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا بتوانم دیگران را برای شناخت صحیح از محبت، وفاداری، فیض و بخشش تو تشویق و دلگرم کنم. خداوند به من کمک کن تا بتوانم با گفتار محبت آمیز و کمک به دیگران موجب تازه ساختن روح و جان خسته و ناامیدشان باشم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر ذات خدا خود را در میان مردم ها، چون انسانی شد عیان بار سنگین گناه را، عیسی برداشته زما بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را در میان مردم ها، چون انسانی شد عیان بار سنگین گناه را، عیسی برداشته زما کنی، فیضش را به سرایی، اوست امید این جهان، تنها راه آسمان، مظهر ذات خدا جلال خود را در میان مردم ها، چون انسانی شد عیان بار
سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا بار سنگین گناه را عیسی برداشته ما صلح و آشتی داد ما را با خالق